مهدی کوهستانی نژاد فعال حقوق کارگری از تورنتو کانادا با ما همراهی میکنند. آقای کوهستانی نژاد، با وجود بحران کرونا میبینیم که همچنان گرد همایی اعتراضی صنفی و معیشتی ادامه داره. این دست تجمعاتی که خب امروز هم جمعی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی در برابر مجلس دیدیم که تجمع کردند و اعتراض کردند، به باور شما به چه معنا هست؟ نشانه چه شرایطی است؟ چه وضعیتی رو نشون میده؟ من ابتدا سلام میکنم به شما و بینندگانتون در هر کجای دنیا که هستن. ببینید، ما الان در چهار گوشه کشور تو هر زمینه اجتماعی شغلی که ببینیم اعتراض وجود داره، ولی اعتراض معلم‌ها امروز یه اعتراض ویژه‌ایه. یعنی شما نگاه میکنید که معلمی سالها حق و تدریسی بوده، کار کرده و موقعی که میخوان اینو استخدام رسمیش بکنن، عملا توی یک چارچوب و توی راهرو میندازنش که برایش سخت‌تر بکنن که نتونن اینو استخدام بکنن. چرا؟ چون آموزش پرورش درآمدزا نیست، باید دولت درآمدش بوده. اینم به خاطر سه دهه کالایی شدن آموزش در ایرانه. شما نگاه کنید، معلم امروز حق داره که بگه نه تبعیض، حذف آزمونه، حذف آزمون حق مسلم ماست. چرا؟ چون داره میگه من اگه 10 سال کار کردم، حقمه که امروز رسمی بشم، حقمه که بهم بیمه بدن، حقوق من حقوق بدن، ردیف شغلی بهم بدن. چیزی که ما داریم میبینیم در این مجموعه، عملا بیشترین کسانی که تو این دارن ضرر میبینن زنان جامعه ما هستن، که بخش عمده ای از این کسانی که تو اعتراضن زنان هستن. شما حساب بکنید که وقتی یه آزمون میذارن که هیچ ربطی به مسئله شغلی نداره، یعنی یکی از سوالاتی که میذارن کدام یک از قواعد روحانی در کتاب دوم آموزش قرآن دوره سواد آموزی آمده است؟ التقاء سنگین، علامت سکون، علامت تشدید، اشیاهای ضمیر. اینی شما حساب بکنید، اگه ما تو دهه 60 یک مهندس میخواست بره استخدام شه، ازش میپرسیدن که کفن چند تیکه است و اینا، امروز به خاطر اینکه جلوگیری بکنن که یک معلمی رسمی بشه، عملا یک چیزای جلو راهش میذارن که نتونه رسمی بشه. و این معلم ها حق دارن که میان تو خیابون و ما میبینیم که این کسانی که واقعیت جامعه رو دارن میسازن، فرهنگ سازی میکنن، تو بدترین شرایط قرار گرفتن و هیچ صدایی هم صداشون هم به جای نمیرسه. به خصوص هم که ما داریم میبینیم که معلمان ما بیشترین کسانی هستن که مسئله کووید 19 در مقابلشونه. باید با خیلی از شاگردانی رو که نمیتونن، توانایی این که ندارن کامپیوتر چیز داشته باشن، به اینا درس بدن. و این جامعه معلم ها بسیار تحت ستم سزاف هستن که این اعتراض بسیار مهمه و من امیدوارم بتونیم بیشتر رو این زمینه صحبت کنیم و کالایی شدن آموزش و بیشتر شدن این اعتراض رو شما شاهد هستید، به خصوص هم که تو 10 سال گذشته معلمان ما پیش قراول مبارزات اجتماعی در ایران بودند. آقای کوهستانی، اشاره کردید به وضعیت بحرانی کرونا. میبینیم که به هر حال تمام کشور الان درگیر هست، شرایط بسیار بحرانی رو داره میگذرونه. با توجه به این شرایط و با توجه به اینکه خیلی از کسب و کارها به هر حال توان اقتصادیشون رو از دست دادن، صاحبان مشاغل شغلاشون رو از دست دادن، همه اینها رو اگر در نظر بگیریم، آیا باید منتظر دور جدیدی از اعتراضات باشیم و آیا اصلا حکومت توان پاسخگویی به این اعتراضاتی که الان شکل گرفته رو داره؟ ببینید، این که من میبینید شما اکثر کسانی که میان تو بحثتون شرکت میکنن توضیحشون بسیار درسته که این حکومت توانشو داره ولی خواستشو نداره. یعنی شما حساب بکنید، ما الان نگاه بکنیم 70% اقتصاد ما زیر مجموعه چیزهای نظامیه که پول عظیمی هم داره، یعنی نقدینگی که دارند و بسیار بالاست. یعنی ما 17 کشوری هستیم از لحاظ نقدینگی، ولی اینا نمیخوان اونو اجرا بکنن و این پولو بیارن در درون جامعه و کمک بکنن به مردم، چون میخوان مردم تو سطح پایین نگه دارن. چون هر چقدر شما دنبال بیکاری بیشتر بشه، هر چقدر دنبال کار باشن، خب به نفع کارفرما که میگه امروز این نبود، یکی دیگه به جاش میاد کار میکنه. و در درون جامعه ما این اعتراضات تو 20 سال گذشته هر روز بالا گرفته، ولی شیوه شما باید ببینیم این شیوه داره به چه سمتی میره. شیوه داره به سمتی میره که عملا نشونه گرفته دیکتاتوری و نشونه گرفته رهبری رو، در صورتی که شما در قبل میدیدید نشونه گرفته بود مجلس رو. از این زاویه است که باید دید این اعتراضات بسیار یعنی برای خودشون باید نگران کننده باشه. برای ما مسئولیت آوره که ما چطوری میتونیم به این کمک بکنیم برای این مبارزه که به خصوص در سطح اجتماعی ما امروز شما از کشاورزی ببینید، از معادن ببینید، برید تو پتروشیمی و نفت، برید تو شهرداری ها، برید تو خود بخش خصوصی و غیرش، ببینید واقعیت خیلی وضعیت خرابه و ما یک نوک کوه یخ این وضعیت بد اقتصادی رو میبینیم که
کرونا هم که دیگه بدترش کرده و جامعه ما با یک فاجعه روبروه که وظیفه ما رو بیشتر میکنه که کمک بکنیم نذاریم این جامعه بدتر از این بشه و مردم ما واقعا متسلسل بشن و فکر کنن راه حلی ندارن. راه حلش همینه که دارن انجام میدن و باید بهش حمایتش کرد، باید بهش فکر کرد، باید بهش امتیاز داد و اینا هم بالطبع چاره ای ندارن، باید اینو بپذیرن، یا عقب میشینن یا عقبشون میزنن و این چاره ای که در مقابل جامعه ما قرار گرفته. و من ممنونم که شما به این بخش، به خصوص بخش معلم ها که بخش عمده شون هم زنانن، شما هم نگاه کنید ما 3 میلیون زنانی داریم که الان سرپرست خانواده هستن و بعد از این زاویه هم نگاه کرد. مرسی. ممنونم از توضیحات شما مهدی کوهستانی نژاد، فعال حقوق کارگری که از تورنتو کانادا ما را همراهی می‌کردید.